G4. مصطفی ذره عصبی نیست کلا؟ هرگز مصطفی عصبی نیست. مصطفی بسیار بسیار بچه دوست داشتنی، چون از دوران کودکیش، از دوران تولدش بله. تو بغل خود من بزرگ شده. آخه. بسیار بسیار بچه دوست داشتنی و با صفا و با محبتیه که دوسته. کسانی که از رفقای مصطفی هستن میشناسن. زود جوش میاره ولی ذره. در هر صورت ببینید، من یک نکته رو بگم خدمتتون که از دست دادن برادر بله. غم بسیار سنگینیه. به خصوص که مصطفی در طول 11 ماه بیماری مرتضی در کنارش بود، دوش به دوش مرتضی، و نگرانش بود. حتی اینو خدمتتون عرض بکنم، شاید مردم ما ندونن، وقتی مرتضی برای بار اول متوجه بیماری سرطانش شد و قرار شد عمل بکنه، از فرط ناراحتی مصطفی بیهوش شد. مرتضی به هوش آمده بود بعد از عمل و انقدر روحیش عالی بود که شوخی میکرد بعد از بیهوشی، اما مصطفی واقعا انقدر ناراحت بود در طول این 11 ماه، کاملا نگران برادرش بود در طول ایام بیمارستانش. و وقتی هم که مرتضی فوت کرد، مصطفی در بهت و شوک بزرگی قرار گرفت که من واقعا نگران سلامتیش هم بودیم. دل دنیا رو خون کردی که اینجوری تو رفتی، تمام دل خوشی هامو تو با رفتن گرفتی. امروز 25 آبان 93، اینجا تالار وحدت، اومدیم کنسرت پایان جاده یک طرفه مرتضی پاشایی. فکر کنم اگر در واقع مدیریت شما و پدر در واقع مرتضی نبود، خیلی بحث بیشتر ادامه پیدا میکرد. یعنی فکر کنم بالاخره شما یه جای کنترلش کردی، مدیریتش کردی، از بحث و دعواشون با مهرزاد تو اینستاگرام تا بحث اون داستان مریم قاسمی و تو هم کلفتش بودی و بعد اون میومد جواب میداد و یه ذره خیلی دیگه وسعتش زیاد شد. خب ببینید، مدیریت یک بحث جمعیه، بحث فردی نیست. وقتی بله. کسی ادعا بکنه که من مدیریت کردم، خب طبیعیه که خیلی ادعای صحیح و کاملی نیست. مدیریت یک کار جمعیه و همه آنچه که اتفاق افتاد با تصمیم گیری جمعی بنده و خانواده بود که الحمدلله بسیاریش با موفقیت بود. درسته. آقا این صحت داره که مصطفی در واقع بخواد تور کنسرتاشو برگزار کنه با آلبوم بده؟ بله، همینجوره. مصطفی هم وارد عرصه هنری شدن به صورت حرفه‌ای بله. و دارن خودشون رو آماده میکنن که کنسرت برگزار بکنن و انشاءالله به زودی هم آلبومشون آماده بشه. درسته. شما حاضرید رو مصطفی سرمایه گذاری کنی؟ قطعا همینجوره، ما از ایشون حمایت میکنیم، برنامه هاشون رو هم قطعا با ما دارن هماهنگ میکنن و ما هم داریم پیگیری میکنیم کارهاشون رو. درسته. انشاءالله از کی شروع میشه کنسرتاش؟ من دقیق نمیدونم، چون داره مقدمات کار رو پیش میبره، ولی انشاءالله به زودی اعلام خواهیم. یعنی یه مرتضای دیگه امکانش هست که در واقع متولد شه و امیدواریم. در هر صورت مرتضی یه ویژگی‌هایی داشت، مصطفی یه ویژگی‌های دیگر. من در یک مصاحبه دیگر هم اعلام کردم که مصطفی خواننده مستقلی است. اینطور تصور نشود که به خاطر استفاده از نام مرتضایشون وارد عرصه هنری شدن. حتی در زمان نوجوانیشون این دو با هم می‌خوندن و صدای مصطفی در واقع صدای زیبایی بود و همه ما انتظار داشتیم که مصطفی هم در کنار مرتضی وارد عرصه خوانندگی بشه. سرت رو برنگردوندی واسه این، یه عمر بی تو آرامش ندارم، چشام خیرس به اون راهی که رفتی، نمیدونی چقدر چشم انتظارم. ولی نمیشه کتمان کرد یا انکار کرد که مثلا محبوبیت و شهرت مرتضی در واقع تأثیری نداشته دیگه؟ ببینید، در هر صورت یک واقعیتی که وجود داره، یک فرد مشهوری که در جامعه به شهرتی میرسه، این شهرتش تأثیراتش رو سایر اعضای خانواده و یا وابستگان، حتی دوستان،
تأثیر گذاره. رو دوستا که خیلی بود خداییش، ما هم دیدیم. الان همین دوستان مرتضی به این شرایط شدن همه. طبیعتاً دقیقاً. در نمیخوام بگیم از برکت مرتضی همه. من حتی نمیخوام این واژه رو بگیم از برکت مرتضی. در هر صورت همچی عرض کردم یه کار جمعیه. بله. یعنی این آثار جمعی رو هم دیگه تأثیراتش رو داره. اینم همین جوره طبیعتاً. خیلی ها میگن که خانواده پاشایی خیلی دنبال پولن. شما جوابشونو بدین. اصلا جواب ما رو بدین. عرضم به حضورتون که من یا به خاطر پول دارن این کار رو میکنن. من این رو صادقانه عرض بکنم خدمتون، در وهله اول در مورد همین آلبوم هزینه بسیار بسیار سنگینی رو خانواده متقبل شدن و پرداخت کردن. بله. پس بنابراین از زاویه مادی ما به هیچ وجه به آثار مرتضی نگاه نمی کنیم. بله. ما یک استراتژی رو در پیش گرفتیم، این رو من صادقانه خدمت همه مردم عرض بکنم. ما احساس کردیم که شهرت مرتضی میتونه تأثیر بسیار قابل توجهی در جوانهای ما داشته باشه. بله. با توجه به اینکه جامعه ما درصد بسیار بالاییش جوانن و پتانسیل بسیار بالایی در عرصه هنر، صنعت، علم، دانش و خیلی از فیلدهای دیگه ما داریم، بنابراین ما احساس کردیم که تریبونی که الان در دست ما هست این رو به خوبی استفاده بکنیم و با مستمسک قرار دادن مرتضی بتونیم تأثیر بسیار بسیار مثبتی در ذهن جوانهامون بگذاریم. و از طرف دیگه مرتضی به هر حال همه ما میدونیم پدیده‌ای بود که با وجود بیماری سرطان تونست مقاومت بکنه و با شادی و نشاط خودش رو حفظ بکنه و تا لحظات آخر امیدوارانه زندگی کرد. این میتونه الگویی باشه برای جوانای ما که از ناامیدی خارج بشن و به سمت امید و نشاط و شادی رو بیارن، و امید و نشاط و شادی است که انسان رو به خلاقیت وامی داره. بله. پیام ما اینه به مردم، و الا همه بدونن از آلبوم و از اینجور کارا پولی در نمیاد که بخواد زندگی رو متحول بکنه. اینجورا نیست واقعا. درست. این شایعاتی بیش نیست و من خواهشم اینه که همه مردم به خاطر هیچ و پوش قضاوت نادرست نکنن. قضاوت نادرست هم دنیاشون رو از بین میبره. بله. و هم آخرتشون. و ما دوستداران احساس ناب و صدای ماندگارت گفتیم رفتنت مرگ نبود، چرا که کلام مرگ شایسته جسم جوان و روح پر مهر تو نبود. بغضم گرفته وقتشه ببارم، چه بی هوا هوای گریه دارم، باز کاغذم با تو خط خطی شد، خدا این حس و حالو دوست ندارم. انتشار عکس خصوصیش خیلی من شنیدم که باعث ناراحتی خانواده پاشایی شده و باعث شد که در واقع یه جنگ بزرگ اتفاق بیفته. اونو شما محکوم میکنید یا نه؟ چون جنگ قدرت شد دیگه، که آقا من به تو ثابت میکنم که من بودم، اونم میگفت نه تو نیستی فلان و اینا. ما میدونیم که داریم راجع به خانم قاسمی حرف میزنیم دیگه، عکسایی که پخش شد. حالا خدا رو شکر خوبیش اینه که شما هم اشراف دارین تو فضای مجازی و اینترنت، خوبیش اینه که همه رو رصد میکنید، میدونید ما جوان ترا چی میگیم. من یک نکته بگم که همه مردم عزیزمون به کنه مطلب واقف بشن. مرسی، لطف کنید. انتشار عکسای خصوصی نه تنها در ایران که جامعه ماست، در کل دنیا. بله. مذمومه. اسمش عکس خصوصیه. بله قربان. اگر کسی قرار بود که عکس عمومی بگیره خودش منتشر میکرد، بنابراین کسی که این کار رو میکنه نه تنها نمیتونه خودش رو اثبات بکنه، بلکه برعکس مذمومه. و به خصوص کسی که عکس خودش رو هم میاد این گونه منتشر میکنه، طبیعی است که من نمیدونم چه اسمی میشه چه روی چنین عملی گذاشت. هیچ کسی حاضر نخواهد بود که عکس خصوصی خودش رو در معرض دید عموم قرار بده. من یک واقعیت رو هم عرض بکنم، در زندگی همه ما بنی بشر یک سری اعمالی هست که اجتناب ناپذیره، اما بروز و ظهور اون از نظر اخلاقی درست نیست. بله. ما غذا میخوریم، آب مینوشیم، هوا رو در واقع تنفس میکنیم، خیلی نیازهای دیگه. پس بله. بنابراین علاوه بر این نیازها، نیازهای دیگری هم هست که اون نیازها بیانش در جای خودشه. و
بیان و ارائه اون در مجامع عمومی و در هر جمعی متناسب نیست، اما اون نیاز اجتناب ناپذیره. بله. اما اگر کسی بیاد اون نیازی که نیاز طبیعی بشره اون رو در معرض عموم قرار بده، کاملا یه کار غیر اخلاقیه. شما شکایت کردین، درسته؟ ما شکایتی نکردیم، تذکراتی دادیم. اما من یک نکته دیگر میخوام عرض بکنم، کسی که این کارو میکنه طبیعتا اهدافی داره. بله. ما نمیخوام قضاوت بکنیم چه اهدافی، اما کسانی که طرفداری میکنن، من یک سوال ازشون بکنم، اگر خودشون بودن حاضر بودن چنین کاری در موردشون بشه؟ سوال من به همین سادگی، آیا حاضر بودن، چه خانم چه آقا؟ بله. حاضر بودن که عکسای خصوصی خودشون به این صورت منتشر بشه؟ من عرض کردم کسی این کارو میکنه اهدافی داره دیگه. بله. بنابراین برای رسیدن به اهداف خودش دست به سری کارها میزنه. یعنی هر اتفاقی هم که افتاده باشه دیگه نباید این اتفاق میفته. نباید. ولی من الان صحبتم سر طرفدارهایی است که اینگونه جبهه گیری میکنن و قضاوت میکنن. آیا سوال من اینه، این یه کار اخلاقی است در هر جامعه، چه در ایران چه در کشورهای خارجی دیگر؟ این کار اخلاقی نیست و زیبا نیست و در نهایت اون شخصی مذموم میشه تو جامعه که این کارو کرده، نه خانم. سلام عرض میکنم. بیشک مرحوم مرتضی پاشایی یک پدیده بزرگ فرهنگی و اجتماعی بود، چه در زمان زندگیش و چه در زمان فوتش. بعضی ها از دور و نزدیک میگن خانواده مرتضی با کار مرتضی مخالف بودن و دوست نداشتن که مرتضی خواننده یا آهنگساز بشه. آیا همچین چیزی واقعیت داره؟ حتی در رابطه با شایعه فوتش تنها عکس العملش لبخند بود. در واقع شاید یه عده انگوش شماری باشن که ذهنشون میشود گفت نه چندان مثبته و دوست دارن خبرسازی بکنن. داستان مستند به کجا رسید آقای پاشایی؟ این که مستند بالاخره منتشر میشه نمیشه، چجوری دل رضا رشیدپور رو به دست آوردین، یه سری بحثایی که اتفاق افتاد در مورد مستند؟ من عرض بکنم خدمتتون که به هر حال بحثی که با جناب آقای رشیدپور ما داشتیم، ما به ایشون پیشنهاد کردیم با توجه به مستندی که خود ما هم در حال ساختش بودیم و ایشون هم زحمت کشیده بودن مستندی رو ساخته بودن که حتی خود ما هم در اونجا مصاحبه کرده بودیم، پیشنهاد ما بر این بود که با جناب آقای رشیدپور نوعی همکاری مشارکتی داشته باشیم که از نظر زمانی در واقع خونسا نکنیم همدیگر رو. اما به هر حال یک سوء تفاهماتی به وجود آمد که الحمدلله بعدش با مذاکرات دوستانه‌ای که با ایشون داشتیم حل شد و ما از همینجا خدمت ایشون هم اظهار ارادت و عنایت و لطف و دوستی میکنیم که واقعا کماکان ما ایشون رو دوست داریم. پس این از آقای رشید. بله قربان. و اما در ارتباط با مستند خودمون، مستند ما تقریبا در حال آماده سازی بود که بعد از مذاکراتی که داشتیم در جمع مدیریتی خودمون که میدونید بنده و جناب آقای سید جواد هاشمی تهیه کننده این مستند هستیم، به این نتیجه رسیدیم که تغییراتی رو در مستند اعمال بکنیم و با توجه به این که گذشت زمان هم تأثیر میذاره در نوع تم اون مستند و سایر شرایط دیگه، بنا داریم یه تغییراتی رو در مستند اعمال بکنیم که اون رو هم انشالله به زودی به مردم اعلام خواهیم کرد. واسه مصطفی که الان در واقع میخواد آلبوم بده و کنسرت بذاره، امکان داره از تیم قبلی مرتضی استفاده بکنید برای جمع کردن پکیجش و کاراش یا نه؟ هر چیزی امکان داره اگر خود دوستان علاقه نشون بدن، همکاری بکنن. خود مصطفی هم کماکان با دوستان ارتباط داره، رفت آمد دارن، ما هیچ مشکلی نمیبینیم. مصطفی ستاره میشه مثل مرتضی؟ نگاه خودتون رو قلبیتون رو بگید. اعتقاد ما بر اینه که با توجه به استقبال زیادی که از مصطفی داره میشه تو جامعه و پتانسیلی که در مصطفی ما میبینیم، بله، مصطفی شخص بسیار مطرحی خواهد شد در عرصه هنری. اما این که برابری بکنه با مرتضی و یا نکنه، این رو من نمیتونم الان پیش بینی بکنم. در هر صورت مرتضی جایگاه ویژه‌ای در مردم داشت به خاطر خیلی از ابعاد مختلفی که داشت، طبیعی است که نمیتونیم الان قضاوت بکنیم، باید بذاریم زمان مشخص بکنیم. به امید خدا ما هم انشاءالله تو همه روزا کنار شما خواهیم بود، واسه مصطفی هم همیشه هستیم، واسه کنسرتاش، واسه آلبومش
پوشش میدیم. اگر کلامی داریم با طرفدارای مرتضی به عنوان کلام آخر خوشحال میشیم. من خیلی ممنون و سپاسگزار هستم و از طرفدارای عزیز، به خصوص کسانی که واقعا در طول این ایام یار و یاور ما بودن و هستن، همراه ما بودن و هستن و اینگونه عاشقانه نسبت به مرتضای عزیز اظهار لطف و ارادت میکنن و اینگونه ارادت ها واقعا بی نظیر در دنیا. بله. و همه تون و همه همون میدونین که این احساسات تنها در مردم ایران در داخل کشور نیست، در مردم ایران در سراسر دنیاست. حتی ما شاهد بودیم در ملیت‌های دیگر با توجه به اینکه فارسی زبان هم نیستن ارتباط خیلی خوبی با مرتضی برقرار کردن و این واقعا برای ما زیباست و من از همینجا اعلام میکنم ما با تمام وجود در خدمت مردم عزیزمون به خصوص طرفدارهای مرتضی هستیم و امیدوارم که انشالله بتونیم همیشه دل مردم رو شاد بکنیم. خیلی ممنون آقای پاشه، خیلی متشکرم، مرسی که وقت گذاشتی. میخوای بری از پیشم دیگه عشق من، بی هم سفر میری سفر، دل واپسم واسه تو، دل واپسم واسه تو، عشق من برو تنها برو، اما بخند این لحظه های آخران.